خانم آقایان سلام، شهرام شهرامیان هستم، مدیر خبر تلویزیون تن و در سه‌شنبه شب 12 فوریه با یک ویژه برنامه در خدمت شما هست. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، دلیل تولید چنین برنامه‌ای، چنین ویژه برنامه‌ای که می‌پردازه به بررسی رویدادهای هنری در شهر تورنتو در کانادا، بیشتر به دلیل برگزاری چند تا کنسرت بود تو این چند ماه گذشته و به ویژه کنسرتی که شنبه شب برگزار شد و یک سری حرف و حدیث برای خودش به وجود آورد. همین موضوع باعث شد که به عنوان رسانه و من به عنوان مدیر خبر این تلویزیون این تصور رو داشته باشم که خب ما چرا اصلا به این مسائل نمیپردازیم؟ چرا نباید جامعه ایرانیایی که تو شهر تورنتو زندگی میکنن یا در کانادا زندگی میکنن و برای خاطر یک کنسرت، یه رویداد هنری هزینه میکنن، تیکتو میخرن، از سر تا سر این کشور میان برای دیدن یه برنامه‌ای و توی این کشور چون این رویدادهای دیگه کم هم نیست و یواش یواش تورنتو بعد از لس آنجلس یا حتی همتراز با لس آنجلس تبدیل شده به یکی از شهرهایی که مراکز هنری ایرانیان رو و هنرمندای ایرانی رو پذیرا است و یکی تبدیل شده به یک مرکز هنری بسیار بزرگ در آمریکای شمالی. خب وقتی شهری چون این ظرفیتی رو داره، وقتی جامعه ایرانی چون این ظرفیتی رو داره و وقتی هنرمندانی به این خوبی داره این جامعه که میتونن بیان برنامه‌های مختلفی داشته باشن، کنسرت‌های مختلف داشته باشن، تئاتر داشته باشن، برنامه‌های موسیقی داشته باشن، وقتی یک چنین ظرفیتی هست و این مردم هم حاضرن به خاطرش هزینه بکنن، پول بدن، تیکت بخرن، وقت بگذارن، برن با خانواده‌هاشون، با دوستاشون دور هم جمع بشن و یک شبایی رو داشته باشن که به یاد ماندنی هست و یه جوری هم عرض بگذارن به حضور هنرمندان ایرانی در همه عرصه‌ها. خب وقتی همه این متریال موجوده، وقتی همه این فضا موجوده، هنرمند، سالن‌های بزرگ، برنامه گذار و مردم، خب حالا وقتی این متریال هست چرا گاهی اتفاق میفته که میبینیم از این متریال اون فضای خوب، اون غذای خوشمزه‌ای که باید درست بشه برای جامعه هنری، برای ذهن مردم، اون فضای دلپذیر و دلچسبی که باید درست بشه درست نمیشه؟ من توی برنامه یک شنبه راجع به موضوع خیلی کوتاه صحبت کردم، اما مهمترین دلیلی که باعث شد غیر از اینکه حالا به هر حال این جامعه ظرفیت شده داره و اینکه چرا وقتی میتونیم فضای بهتری داشته باشیم نداریم و چرا بعضی نارسایی‌های به وجود میاد و چرا گاهی وقتا بعضی از کسانی که این کار رو انجام میدن عملاً توهین میکنن به شعور بیننده، به شعور تماشاگر، به شعور کسانی که میان و این برنامه‌ها رو میبینن، چه اتفاقی میفته که اون وقت شما اینا کیان؟ چجوری این ماجرا به وجود میاد؟ ضمن این که خب حالا یک بهانه‌ای هست که ما راجع بهش صحبت کنیم، ببینیم خب حالا ما هممون توی این کشور زندگی میکنیم، توی این شهر زندگی میکنیم، این مردم شایسته این ماجرا هستن، این هنرمندان هم شایسته این هستن که با توجه به مسافرتشون، اومدنشون و سعی میکنن آخرین عرضه هنراشون و آخرین تولیداتشون و اون چه که باعث میشه مردم رو خوشحالتر بکنه، رابطه ها رو عمیق‌تر بکنه، همین مسائل رو در این شهر داریم. ولی وقتی یک گروه یا هر کسی میاد و این کار رو انجام میده و نمیتونه درست انجامش بده، یه نکته خیلی بدی رو بدعت میگذاره، اونم شکستن دیوار اعتماد هست بین مردم و هنرمندا، باعث میشه ایرونیا نیان، نزدیکش نشن، دور بشن از این ماجرا و هنرمندا رو پاس ندارن. بسیاری از بچهای نسل دوم سوم که تو این کشور زندگی میکنن و باید که برن به کنسرت‌های ایرانی، باید که برن به رویدادهای هنری، باید که هنرمندانشون بشناسن و زبان پارسی رو پاس بدارن، خب نمیرن. توی کشوری که 72 ملت آدم زندگی میکنه، خب میرن کنسرت‌های دیگه، کنسرت‌های گروه‌های دیگه، ملیت‌های دیگه و در حقیقت این هی داره از هم گسیختگی رو بیشتر میکنه. حالا تصور بکنید در مقابلش اگر کسایی باشن، یه تیمای حرفه‌ای باشن، برنامه‌ریزی شده، بیان چون این رویدادهایی رو انجام بدن، 4000 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر آدم رو جمع کنن، یک شب به یادماندنی به وجود بیارن و از همه مهمتر باعث بشن که نسل دوم سومی که در این کشور زندگی میکنه هم خودشون بیان، هم دوستاشون رو بیارن و ثابت کنیم که جامعه ایرانی دارای چنون وضع و پتانسیلی از نظر هنری، فرهنگی و اجتماعی هست که میتونه رویدادهایی رو خلق بکنه که بقیه رسانه‌ها، بقیه ملیت‌ها توجهشون بهشون جلب بشه. حرکت‌های جامعه ایرانی صرفاً مسائل سیاسی نیست، مسائل اجتماعی نیست، مسائل هنری و کارهای فرهنگی هم هست.
خب حالا وقتی این اتفاق نمیفته، وقتی شما میبینید که گاهی وقتا این سرصدا به وجود میاد، اولین سوالی که از خودتون میکنید خب چرا؟ ما به عنوان یه رسانه و من به عنوان مدیر خبر این تلویزیون که به هر حال پیگیر همه این مسائل هستم، این دفعه تصمیم گرفتیم بیایم بشینیم جلوی دوربین و راجع به این مسائل صحبت کنیم، ببینیم که واقعا چرا این اتفاقا میفته، چه جوریه که تو 4 تا کنسرت برگزار میشه درخشان، همه چی عالی، همه هپی، راضی، خوشحال میرن و برای هم تعریف میکنن، تا سالهای بعدم یادگار و خاطرش میمونه، هنرمندا خوشحال، خستگی از سرشون در رفته، مردم سال بعد، 6 ماه بعد، 1 سال بعد سر و دست میشکنن که بیان به دوستاشون میگن، تعداد بیشتری میره و بعضی این اتفاق نمیفته. آیا به عنوان یه رسانه این مسئولیت ما هم هست که به این موضوع بپردازیم؟ که هست. بنابراین این کنسرتی که برگزار شد شنبه شب بهانه شد برای اینکه راجع به مسائل متعددی در این زمینه صحبت کنیم. کنسرتی برگزار شد شنبه شب با حضور آقای ابی و شادمهر عقیلی، دو تا از هنرمندای بسیار خوب. ابی که اصلا بحث نداره، یعنی راجعش حرفی نمیشه زد، اسطوره به معنای واقعی آسمان هنر ایرانه. چند تایی هستن مثل آقای ابی. خب آقای شادمهر عقیلی هنرمند جوانی با استعداده و قطعا میتونه کارهای مهم، خودش آهنگسازه، خودش میخونه، ساز میزنه، برای این دوتا میتونستن کنار هم دیگه یک شب واقعا دلچسبی رو فراهم بکنن. خود من حدود 2 سال یا 3 سال پیش یک این دوتا هنرمند بزرگ، آقای ابی و شادمهر عقیلی، در همین تورنتو یک برنامه‌ای داشتن و نزدیک به 5000 نفر آدم تو اون سالن جمع بودن. من خودم تو اون کنسرت بودم و دیدم که چقدر اون کنسرت دلچسب و عالی برگزار شد، چقدر مردم دوست داشتن و چقدر زیبا. بگذارین یک چند ثانیه من حرفی نزنم، صدای ابی رو بشنویم و بعد برمیگردیم راجع به صحبت می‌کنیم. وقتی دلگیری و تنها قربت تمام دنیا از دریچه قشنگه چشم روشنت میباره، وقتی دلگیری و تنها قربت تمام دنیا از دریچه قشنگه چشم روشنت میباره، وقتی دل وقتی دلگیری و تنها قربت تمام دنیا از دریچه قشنگ چشم روشنت میباره، وقتی دل آخریه، وقتی دل خب صحنه‌ای رو از اون کنسرت دیدید، این صدا، این تماشاگر، این سالن، اون روز 5000 نفر آدم تو اون سالن بودن و از هنرنمایی همین آقای ابی و همین آقای شادمهر عقیلی لذت بردن و شادمهر و ابی اون شب قوقایی به پا کردن. برنامه فوق العاده خوب برگزار شد، صدا، تصویر، جا، به هر حال خیلی خیلی با کوالیته بالایی برگزار شد. همین کنسرت شنبه شب برگزار شده و ظاهرا این سری نارضایتی درست کرده، خیلی اوقاتشون تلخ بوده، سر زمان انجام نشده، از نظر تماشای استیج مشکل داشتن و و و یه سری مسئله. خود من میخواستم بدونم خب چرا همچین چیز اتفاقی افتاده. به تلفن استودیو هم گذاشتم و از خواهش کردم از کسایی که برحال این برنامه رو دیدن بیان و راجبش صحبت کنیم.
بپرسیم نقایصش چی بود. بذارید من یک دو تا تلفن رو جواب بدم، راجع به نقایص این کنسرت صحبت کنیم، چون بعدش صحبت خیلی مهمی دارم راجع به کسایی که این کنسرت ها رو میگذارن، راجع به گروه ها و سازمان ها و کمپانی هایی که این تجربیات رو دارن و چون این به رویدادهایی رو در کارنامه خودشون دارن. بذارید یک دو تا تلفن رو جواب بدم، بعد در خدمت شما هستم. دوست عزیزم روی خط هستید، بفرمایید. جناب شهرامیان، با عرض ادب و درود فراوان به شما و همکاران عزیزتون. جونم عزیزم، ما منتظر همچین شبی بودیم که واقعا درد دل ما ایرانی‌ها که توی تورنتو هستیم. بله جناب شهرامیان، نظرم و راجع به دو تا کنسرت اخیری که در تورنتو بودن، بله، و مشکلاتی که توی کنسرت من دیدم، یکی مربوط به 29 دسامبر سال گذشته، یکم به همین کنسرت اوی. بله مسئول کنسرت گذار در این سالن اینترنشنال سنتر در شهر میسیساگا ایرپورت رود، بله، واقعا من نمیدونم چرا مسئولین کنسرت تعداد افراد سکیوریتی رو زیاد نمی کنن که مردم توی صف باشن توی سرما و حرکت کردن صفها به صورت حرکت لاک پوش باشه. بله و وی آی پی در این کنسرت ها اصلا هیچ معنا و مفهومی نداره. چرا؟ عزیزانی بودن که متاسفانه با چشم خودم دیدم، یک تیبلی که مثلا 10 نفر فامیلی بودن، 8 تیکت رو میدادن به یه نفر دیگه، میرفتن اونهایی که بلیت معمولی داشتن بلیت وی آی پی رو میگرفتن و میامدن 2 نفر روی یه صندلی میشه، طوری که میز بغل دستی من به جای 10 نفر 20 نفر نشسته بود. بله خب این آرامش از ما میگیرن. بله و هیچ گونه کنترلی توی وی آی پی نبود. بله. و بعدش وقتی که میگن کنسرت ساعت 8 شب شروع میشه، کنسرت ایوی ساعت 9:30 شب شروع شد، کنسرت سال گذشته در دسامبر 29 دسامبر ساعت 10 شب شروع شد. بله توی ایر کانادا سنتر جناب شهرامیان، وقتی که کنسرت هست، رستوران هایی که اونجا هست این تیم هورتونز، قهوه همون قیمتی هست که بیرون هست. بله. پیتزا همون قیمتی که بیرون هست. جناب شهرامیان، یه چلو کباب یه سیخ کباب $15 با کیفیت مزخرف میفروختن. چرا؟ فقط میخواستن که سودشون رو ببرن. متاسفانه کنترل بسیار ضعیفی رو دارن توی این کنسرت ها. بله. به خاطر اینکه پول بیشتری ببرن، تعداد سکیوریتی رو زیاد نمی کنن که مردم سریعتر از تو سرما وارد سالن بشن. بله. واقعا درده. من خودم شخصا این کنسرت ها رو دیگه تحریم کردم، نمیرم، چون عذاب آدم میکشه به جای اینکه لذت ببره. ممنونم از اینکه شما به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک سردبیر خبر، به عنوان یک انسانی که هر شب خبر رو به گوش ما میرسونه، این امشب این برنامه رو تهیه کردین، من واقعا در مقابل شما سر تعظیم فروش خواهش میکنم. خیلی لطف کردی، مرسی عزیزم، سعی کردی، ممنون، خواهش میکنم. مرسی، موفق باشید. خب بذارید من یه خط دیگر جواب بدم، راجع به چند تا مورد اتفاقا میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. دوست عزیزم روی خط هستید، بفرمایید. الو جونم عزیزم، بفرمایید. جناب مخاطر شما، من اینطور بفرمایید عزیزم. من یه صحبتی داشتم در رابطه با این کنسرت ابی که روز شنبه برگزار شده بود. بله. بلیطایی که ما خریده بودیم، 9 نفر بودیم و بلیط خریده بودیم، به ما از قبل به ما روی یه برگه نشون داده بودن که تیبلمون کجاست. بله. ولی روی اون برگه اصلا استیج مشخص نبود. روزی که ما رفتیم برای کنسرت، شماره تیبلمون 188 بود. بله. و متاسفانه تیبل رو گذاشته بودن بغل اسنک بار. یعنی ما رفتیم اونجا یه چیز حدودش $500-$600 پول دادیم که بریم اسنک بار تماشا کنیم. بله. و اینو من می‌خواستم بگم که اونجا ما با هر کی صحبت کردیم گفتن کنسرت گذار و برنامه گذار همشون خود خواننده‌ها هستن، هیچ کسی مسئولیتی رو به عهده نمی‌گیره. بله. هیچ کسی هم این اعتراض رو قبول نکرد. بله. آقایونی که بلیت فروختن بالاخره طبق یه ضوابط فروخته شده و گفتن آقا 2 تا تیبل فاصله داره با وی آی پی، در صورتی که 20 تا تیبل با وی آی پی فاصله داشت. بله. و یه پرچمی یه پارچی هم کشیده بودن جلوی استیج که از اونجایی که ما نشسته بودیم مثلا هیچی معلوم نبود. آقا من اگر میخواستم کنسرت و از پرده نگاه کنم، خب وای میسادم مردان از توی تلویزیون تماشا میکردم، دلیلی نداشتش که. بله. من اینو میخواستم بگم که خدمت این آقایون، حالا اگر خود ایبی هستش یا هر کسی که برنامه گذار هست، اگر دفعه دیگه میخواد کنسرت بذاره، حتما با مردم رو راست باشن، قرار نیست که اینا از پول مردم ریچ باشن که. بله مرسی عزیزم، خیلی لطف کردی، ممنون از تماسه. خواهش خب
من این دو تا تلفن رو به جواب دادم، حالا دوستان بازم روی خط میتونن بیان نظراتشون رو بگن، اما واقعیتش اینجاست که هر دو این دوستان به یه نکته خاصی اشاره میکنن. کنسرت گذار، کنسرت گذار معمولا کمپانی ها و افرادی هستن که میان با خواننده های مختلف قرارداد امضا میکنن، چه تئاتر باشه حالا چه برنامه اینچنینی، میان برنامه‌ریزی میکنن و یک چنین برنامه‌ای رو میارن روی استیج و انجامش میدن و در نتیجه میتونن 4000 نفر، 5000 نفر، 2000 نفر آدم رو دور خودشون جمع کنن، اون شب برنامه اجرا کنن، پولش رو هم مردم میدن، یه سری اسپانسر دارن، اسپانسرای سری پول انجام میدن. همه ماجرا بر سر اینه که یک کار رو انجام بدن، کار هنری و فرهنگی. فرق بین گذاشتن کنسرت با فروختن پیتزا، فرق بین گذاشتن کنسرت یا مثلا کنسرت گذاشتن یا مثلا فروختن ماشین یا بیزینس اصولا اینه که اونا بیزینس صرفن، ولی این کار یه کار فرهنگی و هنری هم هست. سوا این که برابر هر کسی این کار رو انجام میده باید درآمد داشته باشه، باید یه سودی انجام بده تا بتونه سالهای بعد هم انجامش بده، که حتما هم میتوره، ولی بار فرهنگی و هنری چون این کارهای خیلی بیشتره. برابر این کسانی که این کارو میکنن دو تا راه بیشتر ندارن، یا اینکه تجربه تخصص این کارو کاملا داشته باشن، احترام بذارن به حقوق مردم، احترام بذارن به کسانی که میان این برنامه‌ها رو میبینن و بعد یه سود معقولی هم قانع باشن. ولی اگر این کارو بلد نیستن، اگر این کارو برای دفعه اول انجام میدن یا در حال کسب تجربه هستن، لزومی ندارد چون این کارهایی رو تو چنین حجمی انجام بدن و بعد باعث نارضایتی عمیق مردم بشن. بحث ما بر سر اینه که وقتی مردم، وقتی نسل دوم سوم، چون معمولا جوونا دو سوم این کنسرت ها رو میرن، خانواده ها میرن، وقتی دور هم جمع میشن توی همچین جایی میرن، توقع دارن گاهی وقتا دوستای کاناداییشون رو، دوستای از ملیت های دیگرشون رو با خودشون میبرن. وقتی این آشفتگی و نابسامانی رو میبینن، صرف این که میگن ما دیگه نمیریم کنسرت، ما کنسرت ایرانی نمیریم، همین یه جمله به ظاهر ساده ماجرای خیلی بزرگی درست میکنه، فاصله درست میکنه بین هنرمند و مردم. هنرمندان ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنن و حتی هنرمندایی که داخل ایران زندگی میکنن و گاهی برای کنسرت های مختلف میان خارج از کشور، به هر حال محل زندگیشونه، اونها هم از این راه زندگی میکنن، سالهای عمرشون رو میفروشن، در حقیقت هنرشون رو میفروشن، ولی به اسم یک کار فرهنگی. خب شما وقتی میگی من کنسرت ایرانی نمیرم، معنیش اینه که هنر ایرانی، هنرمند ایرانی در خارج از کشور باید در بدترین شرایط زندگی کنه، هیچ وقت نباید امکانات خوب داشته باشه، درآمد خوب داشته باشه. چرا؟ چون نمیتونی یک کنسرت 25000 نفری برگزار کنی، نمیتونی یک کنسرت 20000 نفری برگزار کنی. اینا همش برمیگرده به کنسرت گذار، همه اینا برمیگرده به کسایی که این کم چون مسئولیتی رو به دوش میگیرن. عرض کردم مسئولیت. حالا این وسط ممکنه کسایی باشن که این مسئولیت رو نشناسن، علاقی هم نداشته باشن، براشون مهم نباشه، بکنن یک کنسرتی میذارن، یه پولی در میارن و تموم میشه. اینجا مردم هم یه مسئولیتی دارن، کسایی که این تیکت‌ها رو می‌خرن. شما وقتی میرید می‌خواید یه لباسی رو بخرید، می‌خواید یه اتومبیلی بخرید، می‌خواید یه ساختمانی بخرید، اصلا میرید توی یه پروژه ساختمانی خرید کنین، میاد میپرسید آقا این ساختمان رو کی می‌سازه، کدوم کمپانی می‌سازه، این ماشین رو کدوم کمپانی تولید کرده. در حقیقت میرید دنبال برند که ببینید که این چیزی که دارین می‌خرین ارزش واقعیش رو داره یا نه. خب وقتی نداره، وقتی اگه به شما بگن که برندش معلوم نیست، اگه برندشون زیر نوشته باشن، شما خرید می‌کنین؟ نمی‌کنین. مردم هم در مورد کنسرت گذارا باید این حساسیت رو داشته باشن. وقتی کسی میاد این کنسرت رو میذاره، بگن آقا بک‌گراند شما چیه، چند تا کنسرت انجام دادی، چند تا فعالیت مثبت انجام دادی حداقل تو 3 سال گذشته، لیستش رو ببینن، وبسایتش رو ببینن، کاراش رو ببینن، کامنت ها رو ببینن، بپرسن. اونجا خواهد شد که معلوم میشه دیگه هر کسی نمیتونه اینجوری بازی کنه با این سیستم که اتفاقش هم داره میفته و افتاده. بگذاریم من یکی دو تا خط دیگر جواب بدم، برمیگردیم و بعد این بحث رو با هم دنبال میکنیم. بیشتر دارم میخواد نظر شما رو، تجربه های عینیتون رو در مورد چنین مسائلی با هم دیگه بررسی کنیم. دوستان عزیزم روی خط هستید، بفرمایید. سلام، شبتون بخیر. من یه اعتراضی داشتم راجع به اصلا جای این کنسرت توی میسیساگا. بله. به خاطر اینکه اصلا جاش خوب نیست، هیچ کوالیتی خوبی هم نداره، فقط کسانی که توی وی آی پی هستن میتونن استفاده خوب از هنرمندشون بکنن، بقیه افراد چون پولشون کمتره هیچ چیزی نمیتونن درست حسابی ببینن. مخصوصا دور وی آی پی یک دیوار گوشتی هم بنا میشه، اون کسانی که اون طرف در نشستن هیچ چی نمیبینن. ما جاهایی مثل سونی سنتر داریم، یه جاهایی مثل همین ایر کانادا سنتر داریم، میتونن یه همچین جاهایی بذارن که با پرستیج حداقل مردم میتونن راحت هنرمندشون تو استیج ببینن و لذت ببرن.
ممنونم از زحمت. لطف کردین زنگ زدین. سپاسگزارم. مرسی عزیزم. مرسی. خب بذارید من یه خط دیگه رو جواب بدم. دوست عزیزم روی خط هستید بفرمایید. عزیزم روی خط هستید بفرمایید. عزیزم روی خط هستید بفرمایید. سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر. شب شما بخیر. بفرمایید خانم. من داشتم برنامه تیوی رو نگاه میکردم، دیدم شما این برنامه رو گذاشتیم، اصلا یه دفعه از جا کنده شدم، گفتم بهترین موقعیت من زنگ بزنم. من از شب کنسرت که اومدم افتادم خونه به خاطر اون سرمایه بیرون که اونقدر من منتظر موندم، 50 دقیقه من فلو گرفتم، 3 روز بستری خونه. بله اینا نمیدونم روی چه حسابی همچین کنسرت هایی میذارن. برنامه ساعت 9 قرار بود شروع بشه، ساعت 10 شروع شده، ساعت 8 قرار بود در باز بشه، ما تا 9 خورده اونجا موندیم بیرون در. خب آخه هوای به این سردی یه ذره مراعات مردم رو نمی کنن. وقتی نمیتونن برنامه اجرا بکنن، این هم برای اونم برای دو تا خواننده، خب چرا برنامه میذارن؟ ندارن برنامه. مردم اون شب میخوان بیان خوش بگذرونن. من بلند شدم با 3 تا از دوستام که اصلا برنامه ایرانی نمیرن، اینا رو کشوندم اونجا تعریف که بیان کنسرت ایرانی ببینین. بلند شدم این بدبختا رو تو سرما اینا وایستادن، یکیشون عین خودم سرما خورد افتاده خونه، دو تای دیگه تلفن جواب نمیدن، کلا با من قهر کردن که این چه برنامه بود ما رو بعدش بردی اونجا. همه بوی کباب گرفتیم، کباب کوبیده رو انداخته بودن دود، انگار رفته بودیم مثلا ما سوپ خوراک غذا بگیریم. بعد اصلا سکوریتیش هم مثل این تلفنی که 2-3 نفر زنگ زدم بهتون گفتن اصلا سکوریتیش خوب نبود، شلوغ. ما اومدیم از جلوی در رد بشیم، 2 تا سکوریتی گذاشتن جلوی در واسه چند هزار نفر. آخه not right. So نمیدونم، حالا منم نمیدونم طرف این برنامه گذارش کی بوده، خود خواننده ها بودن، کس دیگه بوده. من تو هم سوال کردم، گفتم آقا این وسط شما صندلیمون رو درست پیدا نمی کردیم، مثلا یه اوضاع خیلی خرابی بود. من برنامه چستم رفتم، برنامه 29 هم رفتم، اصلا با 5 تا خواننده آورده بودن، ولی من با اینکه با فامیلیم هم رفتم واقعا کلی حال کردم، چون برای 5 تا خواننده 10 دقیقه لیت واقعا یه چیز منطقیه. خب تا آماده بشن تا در باز کنن سکوریتیشون خیلی خوب بود، اوریتینگش خوب بود. روی حساب اون برنامه منم کنسرت های ایرانی رو تعقیب کردم، 2 تا دوستای که برنامه ایرانی نمیارن با خودم آوردم، آبرو حیثیتمون رفت پیش این بنده خدا. بله بار ممنونم از تماستون، لطف فرمودید، از اطلاعاتی که دادید ممنونم. شما که این برنامه رو گذاشتین که واقعا صدای ما رو برسونید به گوش کسایی که برنامه میذارن، که بعد از این یه ذره تعقیب کنن، مردم میان که کر کنن از هنرمندا. لطف کردین. ممنونم ازتون. شبتون بخیر. خب خدمتتون عرض کنم، خطا پره، من دونه دونه دوستان رو جواب میدم، روی خط بیان نظرشون رو بگن. ولی اون چیزی که همونجوری که اول برنامه گفتم خدمتتون این هستش که ماها کسایی که تو جامعه ایرانی زندگی میکنیم وقتی این کنسرت ها رو میبینیم، اگر فالو کنیم، اگر بگردیم دنبال بک‌گراند این کمپانی ها، بگردیم دنبال کسایی که مود شده، الان 4 تا اسم میذارن، یه اسم میاد یه کنسرت میذاره، بعد با هر کم صحبت میکنی کنسرت گذاره. اینجوری نیست. اگر تو یک فرض کنید کانادایی بخواد این کارو بکنه، 100 جور لایسنس لازم داره، 100 جور گذشته لازم داره، سوابق کاری لازم داره، سوابق تجربی لازم داره. یاد بگیریم این کارو. ماهایی که دنبال حق و حقوقمون هستیم، ماهایی که فکر میکنیم که یک کشور آزادی زندگی میکنیم، کشوری که به اطلاعات دسترسی داریم، کشوری که میشه توش خیلی کارهای بهتری انجام داد، یکی از مسئولیت‌های مردمه. میگویند فلان کنسرت گذار، فلان کنسرت رو گذاشت، فلان تئاتر رو گذاشت، فلان رویداد هنری انجام میشه با سر و صدا. خب اینا کی هن؟ اگر به سوابقشون نگاه کنین، اگر به گذشتهشون نگاه کنین، اگر ببینین واقعا این کارا رو دارن انجام میدن، سابقه داشتن، توی 5 سال گذشته، 6 سال گذشته، 10 سال گذشته این کارا رو کردن و معلوم است نمونه کاراشون، نمونه تئاتراشون، نمونه کنسرتاشون روی یوتیوب هست، روی برنامه‌های مختلف هست، میشه راحت سرچشون کرد. اگر نمی‌کنیم یه مشکلی اینجا داریم. اینو میگم برای خاطر اینکه بعدش راجع به کنسرت گذارا بیشتر صحبت کنیم، راجع به کسایی که چنین مسئولیتایی رو میپذیرن. لطمه‌ای که این جماعت به هنرمند و به اعتماد مردم میزنن اونقدر سنگینه که با میلیون‌ها دلار نمیتونن جمعش کنن، چون یه گسست فرهنگی درست میکنن، یه دوری مردم از هنرمندای ایرانی درست میکنن. هنرمندای ایرانی خارج از کشور در این 30 و چند سال گذشته با زحمت فراوان هنر ایرانی، موسیقی ایرانی رو زنده نگه داشتن. خب حالا ما محرومشون کنیم از تماشاگر، محرومشون کنیم از استقبال مردم، از جامعه ایرانی و حتی ملیت‌های دیگه، چرا که نه؟ بذاریم من یه خط دیگر جواب بدم، باز در خدمتتون خواهم بود. دوست عزیزم روی خط هستید بفرمایید. عزیزم روی خط هستید بفرمایید.
خب بذاری من یه خط دیگر جواب بدم. دوست عزیزم روی خط هستید، بفرمایید. الو جانم عزیزم بفرمایید. سلام قربان. من حدودا ده سال پیش کنسرت آقای الو جانم عزیزم بفرمایید. عزیزم بفرمایید. الو جانم بفرمایید. آقای شهرامیان جانم عزیزم بفرمایید. شب شما بخیر. شب شما خوبه. خسته نباشی قربان. من با کمال تأسف شبی که به اون کنسرت بود، من دختر من چون من کمردرد شدید دارم، دختر و خودم هم عاشق صدای آقای ابی هستم، دخترم با اصرار منو برد گفت بریم. بعد که ببینید بعضی جاها هستش که ساین، من ساین دیسیبلیتی دارم. بعد شما فکر کنین اونجاها رو تناب کشیده بودن، دو تا جا اونجا بود تناب، یا هر چی دخترم بهشون گفت من مادرم کمرش عمل کرده نمیتونه راه بره، اینجا جای کسی که برای ماشین بذاره دیسیبل، گفتن نه 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 ما نمیذاریم. اونجاها رو اینا برای کی نگه داشتن؟ در صورت که شما میدونین قانون کانادا به صورتیه که اگر هر جای ما کسی که دیسیبلی داره بتونه ماشینشو، در صورتی که مثلا راه بندون ترافیک ایجاد نکنه میتونه بذاره. اولا نداشتم، به میگفتن نه مادرتو پیاده کن اینجا برو. صف وحشتناک طولانی، من و دخترم پیاده کرده جلو، در تفلک برده ماشین اون تهاو گذاشته، منم که نمیدونستم فورم برم تو. حالا و این کمردرد من شدیدتر شد، این بمار رفتیم تو جایی رو که به ما نشون دادن، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان جایی که ما بلیت خریده بودیم بهمون نشون داده بودن نبود. ما قشنگ جلوی در اتید بودیم، ورودی بودیم. بله و این اصلا درست نیستش. کمردرد ما که شدید شد، خواننده هایی که ندیدیم، لذت نبردیم و من اونقدر حرص خوردم، تفلک دخترم همش میگفت مادر ببخشید مادر. و بعد تفلک چون برای دوستای دیگه منم بلیط گرفت بود، ما 9 نفر بودیم، اصلا بچه من به قدری حالش خراب بود، هی از همه عذرخواهی میکرد. من میخواستم اینو بگم، اگر نمیتونن نکنن این کارو، لطفه نزنن به جامعه هنری. و من شنیدم که خود آقای ابی و خود آقای شادمه این کنسرت رو گذاشتن. آقای ابی و آقای شادمه که از وضعیت اینجا که اونطور اطلاعی ندارن، فقط میان میخونن و میرن. بله. از وضعیت و باید همه چی رو در نظر بگیرن. چرا باید کسانی که استیج و طوری درست نکنن که همه بتونن ازش استفاده کنن، چه اون کسی که پول وی آی پی رو میده، چه اون کسی که بلیط های ارزون تر میخره. شما میدونین بچه های جوونی که اونجا اومدن فوقش مثلا حقوقشون ساعت 10-15 دلار بوده، اگر نتونستن بلیط 140 دلاری بگیرن، آیا شایسته این هستش که نتونن هنرمندشون رو خوب ببینن؟ بله. ممنونم از محبتتون. خیلی لطف کردین عزیزم. مرسی عزیزم. مرسی. لطف کردین. تمنا می‌کنم. شبتون بخیر. شبتون بخیر. خب. خطو پر. اجازه بدین من لابلاش یه سری بحثا رو من داشته باشم که زمانمون خیلی نیست. بتونیم از این فضا یه نتیجه‌گیری‌هایی داشته باشیم. پس این وسط هنرمند، حالا اسم خاصی هم نمیارم، هنرمند کارش خواندن، کارش ارائه آلبوم، کارش ارائه بهترین اثر هنریه برای مردم. این کنسرت رو انجام شده، تمام شده، رفته. ولی این کنسرت بهانه است برای بقیه بازی، برای بقیه اتفاقی که تو این کشور میفته یا تو این شهر میفته. شهر تورنتو این ظرفیت پتانسیل بسیار بالایی داره توی دید هنرمندا. تو همین سالن 29 دسامبر برنامه اجرا شده، 5000 نفر آدم، 5200 نفر آدم اونجا بوده. تا اونجا که من اطلاع دارم، بحث سکیوریتی، بحث هزینه‌هاش واقعا کمرشکن بوده. ولی وقتی یه تیم این کارو به عهده میگیره، وقتی یه کمپانی این کارو انجام میده، اسمشو میذاره، ساینشو اون زیر میذاره، اگر مردم به ازای هر کنسرتی که میبینن یک معدلی بگیرن، یه نمره ای بدن، بگن از 10 از 20 نمره این بوده 18 17 2، اگر این کارو بکنن 4 بار این اتفاق بیفته، آنهایی که این کار نیستن از این بازی میرن بیرون. اگر این کنسرت یه گروه کانادایی گذاشته بود و این مصیبت‌ها رو درست کرده بود، مطمئن باشین کانادایی‌ها اگر رفته بودن، سفیدپوستا اگر رفته بودن، حتی ملیت‌های دیگه که مثل ما مهاجران اومده بودن، مطمئن باشین کنسرت گذار رو سو می‌کردن، دنبالش می‌رفتن، عکس می‌گرفتن، فیلم می‌گرفتن، جاشون رو نگاه می‌کردن، هزار جور مسئله داشتن، می‌رفتن شکایت می‌کردن. آقا برای چی این کم چی کاری کردید؟ اگه حادثه پیش می اومد چی؟ چرا من باید یک ساعت این تو سرما بلرزم؟ چرا من باید نتونم استیج رو ببینم؟ چرا نباید این سیکیوریتی به اندازه کافی باشه؟ اینا نکته‌ای است که حالا ما جامعه ایرانی خیلی ملت نجیبی هستیم. همینقدر که میایم به اعتراض میکنیم. تازه اینا من تو یه همچین برنامه‌ای وگرنه صدامون نمیشنون. این اون مسئولیت مردمه. اینی که اگر 4 تا کنسرت گذار اشتباه کردن، اشتباه انجامش دادن، اگر بیرون از دایره برن، اگر جاشون به کسایی بدن که کننده این کار هستن،
هیچ اتفاقی نیفته، مردم منفعتشو میبرن، یک هنرمند استفادهشو میکنه، دو و یه شب فراموش نشدنی، یه رویداد فراموش نشدنی برای جامعه ایرانی درست میشه که آشتی بدن بقیه جوامع رو با این قصه. آنچه که من به دنبالشم تو این برنامه همینه. از شنیدن تمام این اعتراضات دنبال این نتیجه گیری هستیم، هوشیاری جامعه، حواس جمعی مردم ایران. ماشاءالله نسل دوم سوم ما تو این مملکت زندگی میکنه، همشون هم بچهای باسوادین، همشون هم بچهای باهوشین، به اینترنت دسترسی دارن، به اطلاعات دسترسی دارن، میتونن خیلی کارا رو راحت چک کنن و ببینن. نمیشود هر روز ما یه برند ببینیم، یه اسم تازه ببینیم، بعد میان یه کنسرت میذارن میرن، حاصلش میشه این. این قصه قصه بزرگیه، مسئولیت ما هم هست. من به عنوان یه رسانه، ما به عنوان یه رسانه، من به عنوان مدیر خبر این تلویزیون این برنامه رو گذاشتم، از این بعدم میذارم، پیگیری میکنیم، صدای مردم رو بشنویم، ببینیم خب آخه کجا داریم میریم. چرا نباید بتونیم از حقوق جامعه ایرانی دفاع کنیم؟ چرا نباید تکالیف این بازی روشن بکنیم؟ یکی دو تا رویداد هنری دیگه هم در راهه و من راجعشون صحبت میکنم. اجازه بدید چند تا خط دیگر جواب بدم، در خدمتتون هستم. دوست عزیزم روی خط هستید بفرمایید. عزیزم روی خط هستید بفرمایید. دوست عزیز روی خط هستید بفرمایید. خب بذارید من یه خط دیگه جواب بدم. عزیزم روی خط هستید بفرمایید. با سلام خدمت شما، شب خوبی داشته باشین. زنگ زدم خدمتتون از اینکه لطف کردین اجازه دادین ما بتونیم صحبت کنیم. واقعا یه مشکله که آدم میخواد یه روزشو بره توی یه کنسرت شبی خوب داشته باشه با دوستاش، ولی متاسفانه این کنسرتی که برگزار شد متاسفانه اصلا جالب نبود، اصلا رعایت مردم رو نمی کردن. مردم اصلا ارزشی برای کنسرت گذار و به کنسرت گذار اصلا ارزشی برای مردم قائل نبود. تو این سرما و اون خانم که تلفن زدن واقعا راست گفتن، حدود دو سه ساعت مردم خب با لباس شب میان اونجا، با یه لباس پاردی میان وای میسن اونجا، باید تو اون سرمای سوزنده وایسی تو صف که بری توی تازه وارد سالن بشی. وارد سالن که شدی که دیگه مریضی و که دیگه اصلا نای نداری بشینی. بعدش هم صندلیا رو آنچنانی گذاشتن، بلیت که میگیری میگه 3 تا 4 تا میز این ور وی آی پی هستش. خب منی که اندازه اون وی آی پی پول ندادم، انسان نیستم که بتونم با 65 دلار دادم، 75 دلار دادم که میخوام اومدم کنسرت ببینم، نیومدم که بشینم تو تیوی اون گوشه دم در. مردمو گذاشتن صندلیای اشتباه، شماره های اشتباه، نه یه دونه از منیجری بود که آدم بتونه با اون با کسی صحبت بکنه. اصلا مسئول اونجا کی هستش؟ کی به تو جواب میده؟ سیکوریتی ها که متاسفانه اصلا ادب و نزاکت رعایت نمی‌کردن، انگار با یه آدم جانی برخورد کردن که دارن میرن فان داشته باشن یه کنسرت ایرانی به بچت نشون بدی که بابا اینم کنسرت. متاسفانه نه هوای سرد داخل سالن، هوای سرد بیرون که 2 ساعت مردم رو واور کنین از سرما میلرزیدی، نه رای رفتش نه وایسی که بری توی سالن، اونم برخورد، اونم که اصلا به هیچ عنوان شما نمیتونستی روی سن رو ببینی، اون گوشه نشسته بودی. فقط یه ده وی آی پی هستش که یه سری از دوستان و آشنایان خود کنسرت گذاره، یه سری هم که مردم هم رفتن اونجا نشستن با یه میبه دور وی آی پی رو جدا کردن. بقیه اونایی که اگه 75 دلار دادن اصلا انسان نیستن، اینا باید اون بر وایسن و اصلا کسی رو شما نمیبینی کنسرت، اصلا خواننده رو نمیبینی، به کی اعتراض بکنی؟ هر چی میگی من میخوام با یه کسی مسئول این واقعا کنسرت باش صحبت بکنم. من منیجر این کجاست؟ به هیچ عنوان هیچ کس جواب درستی بهت نمیده. آیا ارزش مردم اینه که همین آقای ابی، آقای داریوشی که داریوش شدن، مردم شما رو داریوش کردن، مردم شما رو محبوب کردن، احترام به مردم همین جوریه که اگه وی آی پی رفتی اون روبرو میتونی ببینی، اگر 75 دلار 65 دلار نمیدونم حالا به پایین چقدر باشه دادی، خب هر کس با اقتضای اون پولی که درآمد داره میره کنسرت. دلیل بر این نیست که اونی که کمتر داده اون آخر بشینه کسی رو نبینه. بله ممنونم از محبتتون، خیلی لطف کردین. خواهش کردین اجازه دادین. خواهش میکنم، لطف دارین، مرسی. خب بذارید همین بحثاست، همین بحثاست، مسئولیتش هم با ماست، مسئولیتش منعکس کردن چنین حوادثیه. حالا چند تا کنسرت دیگه هم در راه داریم، چند تا رویداد هنری دیگه هم در راه داریم. اگر عادت کنیم به این بازی، اگر دنبال این بگردیم که ببینیم خب مسئولیت ها کجاست، اگر بدونیم چه کسانی پشت این کنسرت ها هستن،
اگر ازشون سوال کنیم چند تا کنسرت گذاشتیم، اگر بگیم که سوابقتون کجا بوده، اگر بخوایم ازشون نمونه کار رو، اگر چون این اتفاقایی میفته رسانه‌ای مثل رسانه ما و بقیه رسانه‌ها و بقیه کسایی که تو این جامعه مسئولیت رو دارن به عنوان خبررسانی، اگر راجع بهش صحبت کنیم، این صداها در خانواده‌ها بپیچه، در گوش مردم بپیچه، این عادت به وجود بیاد که مسئولیت بخواید از کسایی که شما به شما تیکت میفروشن، اینجا وقتی به شما جنسی رو میفروشن، خدمات بعد از جنسش رو باید به شما بدن، خدمات بعد از فروش رو باید به شما بدن. اینم نوعی کالاست، یه کالای هنریه، مردم میخرنش. و بعد این یه تاریخ، یه فرهنگ، یه زبان، یه خانواده، یه ملتی که خارج از کشورن، هزاران ایرانی که خارج از کشور زندگی میکنن، همین روزهاشون رو میسازه، همین جوری ارتباط و این پل زده میشه بین این دنیا و اون دنیا، بین جا ایران و خارج از کشوری ها. اینا ارتباطاته. هنر، هنر ایرانی همه جا هست، هنرمنداش هم هنرمندای خوبی هست. بنابراین اینو یاد، اگر این عادت جا بیفته، اگر 4 تا کنسرت، 4 تا رویداد هنری، 4 تا تئاتر، 4 تا برنامه معلوم بشود، بیاییم وقت بگذاریم و راجبش صحبت کنیم، شما راجبش صحبت کنید توی دوست، توی آشنا، توی رسانه و بخواهید، اون وقت تکلیف خیلی ها معلوم میشه. چرا باید 100 تا کنسرت گذار داشته باشیم و یه همچین مسائلی به وجود بیاد؟ بذاریم 50 تا کنسرت گذار داشته باشیم، حداقل کارشون بلد باشن، لایسنس این کارو داشته باشن، مسئولیت این کارو بشناسن. اگر نه همین بساطه سوالها ظاهرا اتفاق میفته، هیچ کس هم به رو خودش نمیاره. اما میگه خب کنسرت بود، حالا تموم شد رفت دیگه. هی دورتر و دورتر و دورتر، کنسرت ها کوچیکتر کوچیکتر کوچیکتر، هی آب میره. جامعه ایرانی بزرگتر میشه، جامعه ایرانی وسیع‌تر میشه، جمعیتش بالاتر میره، ولی این کنسرت های استقبال ازش کمتر میشه. چرا؟ مسئولیتش با کیه؟ با مردم نیست، چون مردم دارن میخرن بلیتارو، هزینه میکنن، با این همه مشکلات اقتصادی که دارن باز میان یه پولی خرج میکنن، میان اون شب اونجا برای اینکه ببینن هنرمنداشون رو، برای اینکه دور هم جمع بشن. هنرمندم که میاد بالاخره کارشو انجام میده، 4 بار کارشو درست انجام نده، مردم دیگه نمیرن کنسرتش، خودشون بهتر از همه میدونن. این وسط کنسرت گذاره، برنامه گذاره، هر کی میخواد باشه، برنامه گذار مسئولیتش با اونه. بذارین خطا پره پره، من یکی دو تا خط دیگه جواب بدم، چون میخوام این دو تا مطلب خیلی مهمی رو در خدمتتون باشم. بذار یک دو تا خط دیگه جواب بدم. دوست عزیزم روی خط هستید؟ بفرمایید. الو جونم عزیزم، بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلام عزیزم، جونم جان شهر میون. جونم عزیزم، قربون شما برم، خیلی ممنونم از برنامه‌تون. زنده باشید. واقعا که شما تو این قلب همه این تورنتویی ها که هیچی جایی دیگم جا گرفتی، همه دوست دارم. زنده باشید. خدمت شما عرض کنم که در مورد این برنامه گذاران که شما داری صحبت میکنی، این آقایون همچی خلاصه بهت بگم، زمان سابق گاراژدارا بودن که ماشین اتوبوس ها اتاقاش صاف بود، پشتش یه در داشت. بله. صندلی اول بلیتو میرفوختن، موقعی که مسافر بنده خدا میمد سوار شد در عقب و وا میکردن، همون صندلی اول میشوندنش. بله. مسافر اعتراض میمد بکنه، ماشین رو افتاد و رفته بود. 100 سال دیگه هم شما صحبت بکنی، اینا همون کاری که باید بکنن میکنن. واقعا بلیتو به آدم میرفوشن، به قول خودمون لوژ. اونجا که میریم میبینیم ای بابا از در سالون اصلا بیرونیم. بله. آخه اینا کی میخوان کار درست بکنن؟ بله. نه این اینجوریه، یه شبه، دو شبه، خب سه دفعه، دو دفعه، سه دفعه آدم اینجوری بره نمیره. واقعا شرمش میشه آدم با این برنامه های خارجی که همه این ایتالیایی ها بودم دارم چینی ها بود چیا دارم میذارن، آدم حض میکنه اینا برنامه میذارن، هر کی از اون در میاد بیرون، شما مثل سابق که میکروفون میگرفتن سوال میکردن که آقا الان رفتی چه وضعی بود، بگیر ببین چه مردم دلشون جیگرشون میسوزه از این برنامه که اومدن. نه برای پولا، برای اینکه وقت رو گذاشتن و بلنشتن تو این شلوغی و گرفتاری پارکینگ و هیچ رقم به فکر مردم نیستن. خیلی متشکرم. خواهش بارم، لطف کردی زنگ زدی. خب اینم یک نکته دیگر است، ولی اونچه که بگیم، بحثی که داریم خطا پره، من وقتم زیاد نیست، اما بگذارید راجع به دو تا مطلب دیگه باهاتون صحبت کنم. همونطور که گفتم شهر تورنتو در حال اینکه پتانسیلش رو بالا ببره،
از این به بعد این اتفاق افتاد، بسیار عالی. حالا بیایم اتفاقای بعدی رو ببینیم، کنسرت های بعدی رو ببینیم. چندین کنسرت خواهیم داشت، چندین مهمانی خواهیم داشت، چندین مراسم خواهیم داشت از حالا تا اون بره سال نو، سال نو ایرانی. خب اگر این کنسرت گذارها، اگر این برنامه گذارها، اگر اینایی که مهمانی های آنچنانی درست میکنن، اگر سوابقی دارن، سوابق درخشانی دارن، کارشون رو بلدن، کارشون رو انجام میدن، بپرسید، سوال کنید، مسئولیت بخواید. اگر اون شب جوری اتفاقی افتاده، ممکنه فردا هم بیفته. 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر اگه اعتراض کنن، بالاخره یه جایی متوجه میشن آقا هر کسی نمیتونه این کار انجام بده. الان اون چه که داره اتفاق میفته اینه، گفتم تا شب چندین برنامه است، چندین کنسرت است، چندین مهمانی است. بپرسید. کار تو این شهر انقدر بالا گرفته، انقدر شهر تورنتو مهم شده، انقدر جامعه ایرانی شهر تورنتو ظاهرا مقبول افتاده که حالا از آمریکا میان اینجا برنامه میذارن، دستشون هم درد نکنه، مهمانی میذارن، بسیار عالی، با بلیط خیلی گران، بازم دستشون درد نکنه. خیلی خوشحال شدیم وقتی من به عنوان یه دونه مسئول رسانه وقتی میبینم که از کشورهای دیگه هم حالا دارن میان شهر تورنتو رو انتخاب میکنن، لس آنجلس آمریکا رو ول میکنن میان شهر تورنتو، میخوان برنامه بذارن، میخوان مردم ایرانی رو شب خوش براشون رقم بزنن، دستشون درد نکنه. اما یه سوالی مثلا هست که برای خود منم عجیبه، کسایی که این کنسرت رو گذاشتن، کسایی که این مهمونی آنچنانی میگذارن، اینها ظاهرا خودشون دو روز قبلش، دو روز قبل از این برنامه دارن در لس آنجلس. خب پس چه کسی اینو هندل میکنه اینجا؟ چه کسی این مهمانی یا این کنسرت یا این برنامه رو در این شهر قرار هندل کنه؟ کی قراره کارشو انجام بده؟ حتما نیروهای محلی، حتما کنسرت گذارهای محلی، مهمانی دهنده های محلی کارشون رو بلدن، درست دارن انجام میدن. اینم خواهیم دید. کنسرت آقای معین و آقای سیاوش قمشی در سونی سنتر هست، اونم خواهیم دید. تئاتر آقای بهروز وثوقی، خانم گلشیفته فراهانی هست که به نظر من شاید بزرگترین رویداد هنری هست از بعد از انقلاب، برای اینکه دو تا چهره فوق العاده خوب و فوق العاده جنجالی دارن با هم نقش رو ایفا میکنن توی تئاتر. قطعا خواهد بود خوب، اونا کارشون رو خوب انجام میدن. مهمانی داریم، مهمانی های مختلف داریم، گفتم از جای دیگه هم دارن میان مهمونی میذارن، همش رو خواهیم دید. اگر کارشون رو درست انجام میدن دستشون درد نکنه. اما اگر کسانی مسئولیتش رو میپذیرن، میگوین ما این کنسرت رو انجام میدیم، ما این مهمانی رو برگزار میکنیم، ما بلدیم، میایم این بدعت رو از این به بعد تو این تلویزیون میگذاریم، هر مهمانی، هر کنسرت، هر جایی که برگزار میشه سعی میکنیم اینا رو در یه مقیاسای زمانی بشینیم راجع به صحبت کنیم، یه ویژه برنامه اینجوری بذاریم، از شما مردم این توقع میره که این وقت رو بگذارید، این انرژی رو بگذارید، این تماس رو برقرار کنید، ایمیل بفرستید، مسیج بگذارید، برای تلویزیون تماس بگیرید. ایمیل برنامه من news@tentv.tv هست، ایمیل بکنید، بفرستید اطلاعاتو. تو این برنامه ها میشینیم راجع به صحبت میکنیم. 4 بار که این کارو بکنیم تکلیف همه چی روشن میشه. اگر 4 تا نقایصو بزرگش کنیم، اگر 100 تا 200 تا 500 تا آدم این اعتراضو بکنن، میفهمیم کیا این کارو نیستن و نباید انجامش بدن. خب ندن، میخوان یاد بگیرن این کارو، میخوان این کارا رو انجام بدن، دستشون هم درد نکنه. پیش 4 تا آدمی که سالاس این کارو انجام میدن، اول یه دوری رو بگذرونن تا بعد. این برنامه رو امشب گذاشتیم برای اینکه بدعتی باشه، خطا پره، ببخشید نمیرسیم چون وقتمون کمه، ولی ازتون خواهش میکنم این چون این برنامه‌هایی رو هر جای اعتراضی میبینید و مشکلی هست به ما منعکس کنین، ما هم از این بعد این کارو انجام خواهیم داد. هر بار فرصتی پیدا بکنیم این برنامه رو نقد میکنیم، راجعش بحث میکنیم. اگر خوب انجامش میدن دستشون درد نکنه، اما اگر بد انجامشون میدن بذارین راجعش صحبت کنیم، بذارین تکلیف مردم با بعدش معلوم بشه، که شاید یه روزی برسه که کنسرت گذار ایرانی، برنامه گذار ایرانی، برگزار کننده مهمانی ایرانی این احترام رو به تماشاگر، به مهمونش بگذاره، به ایرانیا بگذاره، به جامعه ایرانی بگذاره، این اعتماد هم به هنرمند بده که داره جای درستی انجام میده کارشو. یک شنبه در خدمت شما خواهم بود با برنامه ویندو، فردا با برنامه خبری و انشالله بعداً با چنین برنامه های دیگری. شب روز بر همه شما خوش، لطف کردید که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر شما